درود بینندگان عزیز، چون همیشگی در برنامه فرهنگی و فراغتی پیروهای ایجاد باید حیات و فعالیت یک نفر هنرمند اصیل قصه کرده می شود. امروز نیز درباره یک نفر هنرمند کارگردان تئاتر خلقی ناحیه یاوان مسلمان سید مراد برای شما قصه میکنیم. با هم برنامه رو تماشا میکنیم و از حیات و فعالیت این نفر با خود چیزی میگیریم. هر یک هنر محنت، صداقت، صمیمیت و جانفدایی را تقاضا میکند. در حدود جمهوری عزیزمون تئاترهای خلقی و کسبی زیادند و جهت نمایشنامه های خوب را به صحنه گذاشتن جدل دارند. خونه از زمین همه چی میگیرد و یک کرتا آوردن تاریخ خدود کن؟ تو چی بمیدی آتیما بودی؟ بمیدی کی بودم اگری؟ تاریخ خدا را تو چی کار میکردی در اینجا؟ بمید یعنی آتیما بودی که ایک بانکو قرد گیری آتیما بودی یک قرد داتا تا قرد داتا نکنی بسری من نرم امروز ما اطراف حیات و فعالیت یک نفر هنرمند، کارگردان، به صحنه گذار، اثرنویس، آلوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سخن میرونیم. راستی گپ، وقتی که در آغون خردی من فیلم ها رو تماشا میکردم، نمایشنامه ها رو تماشا میکردم، بعضن وقت مادرم یادآور میشوند که در خانه یک چشمه که تریزه شکستگی بودن، من از پشت همون چشمه که تریزه گویا که در تلویزیون برآمد کرده استوده باشم برآمد میکردم، شعر میخوندم، اکتیوری میکردم، هنرنمایی میکردم. اون من فکر میکنم که این قوه از بطن مادر آغاز شده است. مسلمان سید مراد دیرکتور تئاتر خلقی نزد بخش فرهنگی ناحیه یاوان بوده، قریب تا 10 سال است که در این سمت فعالیت دارد. از بس که ما درباره این شخصیت بسیار شنیده ایم، خواستیم با روزگار و فعالیتش از نزدیک شناس شویم. هنگامی وارد شدن به حوله قهرمان، ثروت بی‌بهایش، مادر عزیز و مهربانش ما را پیشواز گرفته بالا گذر کرد. وقتی از مادر مسلمان پرسون شدیم که در انتخاب کسب پسرتون زید نبودید، او چنین پاسخ گفت: نه، من خودم ذوق داشتم خیلی کسب، افسوس که نبود او وقت شاید نبود. خودم ذوق داشتم، رباب می نواختم، دنبوره، دایره، همش می تانستم، می نواختم. من خودم را خرسان حس می کنم. من از فرزندم می ندارم، بسیار هم می ندارم. ای فرزند، فرزندی چهارمی ما هست، لکه ما ای فرزند چقدر می ندارم که ما دختر نداشتیم، شش پسر داشتیم. فقط قدیمه یاردم میکرد با یکان که پیمره چی نمیکرد، سخنی مرا میشکست. باید گفت که مسلمان سید مراد دارنده نشان سرسینگی آلوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان بوده، برای اشتراک فعال در نمایشنامه ها و چورابینی های عموی صاحب سپاسنامه و افتخارنامه های زیاد گردیده است که این همه از مهارت بلندی او درک میدهد. شش پسر دارم، همش با همون کارهای دولتی، چورتاش معلومات چالی دارند، یک تاش میانی مخصوص، چورتاش معلومات چالی در سایه گانوکو سرم. نه که این مسلمان همی سایه صنعت چیکار پیش کرد که من در کار میکنم، با دانشگاه صنعت را تمام کرده ولی در ناحیه فعالیت دارند. خانه بود، من با خانه در اندختگی خیلی یکان کامتیا ندار کرش رفتی استای دیگه یکان شون زمان چین باشد همش میشد. میانی طالب علمان نیز نمونه عبرت بود. مکتب زادگاهش را تا صنف 9 ختم کرده بود. تصمیم گرفتیم تا از استاد اولینش بپرسیم که چی گونه پسر بود ایام مکتبی. مسلمان از سن خردسالی در بین همصنفان، همسبقان یک پسر فرق کننده بود. او خصلت های همه چیز دانستن را داشت. همین بود که به واسطه نه تنها من، بلکه همه آموزگارانی که در همون صنفی مسلمان تحصیل میکردگی درس میده گفتن، با مسلمان توجه خاصه داشتن و بین هم در صحبت ها، در مباحثه ها، در مصاحبه ها بین هم آموزگاران یک چی را قید میکردن، همین پسر یک آینده خوب دارد. و خوشبختانه امروز درست بودن، حقانی بودن گفتی همون استادان در حق مسلمان جامعه عمل پوشیده است. مسلمان
در مخصوصا بعدی سینفی هفتم بیشتر من همچون آموزگاری زبان ادبیات همین حس میکردم که به معنی سخن، به معنی شعر دقت میداد. گشته و برگشته معنی های گوناگون، پهلوهای گوناگون هر یک جمله را میپرسی. و امروز انامین خصلتی کنجکاوی او ثمره داد. پس اون رو آوردیم به تئاتر خلقی ناحیه یاوان تا دانسته باشیم که فعالیت مسلمان در بین همکاران چگونه است. با مسلمان سید مراد یک 10 سال شد که یک جای کار میکنیم، یک جای سر کردیم در همین شعبه فرهنگ ناحیه یاوان. مسلمان سید مراد اولین بار در این درگاه مقدس و حیث یک استاد بودن، یک استادی که ریمانگر بودن، سبب شد استاد رقص، استاد هنر، استاد محمدی عبدالرسولوف سبب شدن که با مسلمان سید مراد وخوردن و صحبت کردن، در دل و یک شعله سند را بیدار کردن. مسلمان سید مراد از سال 2008 یک جای همچون یووری کارگردان در صحنه ها، در استادیون ها، در چربین های دولتی نوحیوی و اندلیف ها یک جای کار میکردیم. تا امروز همچون یووری کارگردان کار کردیم. از سال 2017 تا این جانب مسلمان سید مراد دایرکتور تئاتر خلقی ناحیه کار و فعالیت میکند. ما در یک جایگی با مسلمان سید مراد سالها باز کار میکنیم، همچنین انسانی فرهنگ شناس، فرهنگ دوست، صنعتکار، هنرمندی خوب و همچنین یک اکتیار خوب گیم میشد. برای که در سالهایی که ما یک جای کار کردیم آن کس نداشتن همین چیزا را، فقط ذوق داشتن، ذوق داشتن تمام، یگان خیلی استعداد نداشتن. وقتی که در دل آدم ذوق باشد، هر یک کار از ذوق و مهر و هوس زیاد پیدا میشد. میونی کارمندان تئاتر احترام خاص داشته، همکارانش دوستش میدارند، زیرا در بسیار مواردها مشکل کشای کار و ایجادشون است. واقعا مسلمان سید مراد امروز از جمله آن نفران در اهل فرهنگ ناحیه یاوان هست که با وجود سن و سال جوانی خود نام خود را اگر گویم که در این جاده علکی ثبت نموده است خطا نمی کنیم. اگر به تاریخ تئاتر خلقی ناحیه یاوان منظر کنیم، ناحیه یاوان سال 1934 تأسیس یافته باشد. اگر ماه ایون سال 34 علکی بعد از همین تأسیس یابی ناحیه، تئاتر خلقی ناحیه بعد از 2 یا 3 سال تأسیس یافت و در این تئاتر بسیار هنرمندان از قبیل مظفر ظهوروف، گریز عبدالرحمنوف، گلسرا اپا یوسفوا، ده ها نفران دیگر که تو جبهه های جنگ بزرگ وطنی رفته، نامی صنعت تاجیک و ناحیه یوان را، هنر ناحیه یوان را حفظ کرده بودند، بلند برداشته بودند. بعد از آنها هنرمندان دیگر، گریز عبدالرحیموف، خال تولکی ها، بعد از آنها استاد تقای مراد خوشبخت، گلبای نوروف، دیگر دیگران که نامی این درگاه را بالا می برداشتند. من بعد از آنها باشد باز حسین تورایف، بابا خون شولاشف، محمد علی شرباتف، اهل دین جان، بعد از وی مظفر طاهیروف. خب بعد از اینها من خوشبختانه امروز در دوران صاحب استقلالی جوانان تازه فکر روی کار آمدن از قبیل مسلمان جان که همین سلسله هنرمندان را ادامه می دهند و با کار و پیکار خود، با نو آوری های خود فعالیت دارند و باز هم برای رشد و نموی تئاتر خلقی سهمگذاری، حصه گذاری های ارزنده کرده استادند. قهرمان ما ختم کرده شعبه رژیسیوری دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ به نام استاد میرزا تورفنگاده شهر دوشنبه می باشد. او در حقیقت صنعت را دوست می دارد و پی فتح قله های بلند ایجاد تلاش می نماید. در دوام کار ایجادیش در چندین نمایش و محفل های سیاسی و فرهنگی اشتراک کرده و چندین اثر های دیگر را همچون کارگردان صحنه های تئاتری به نمایش گذاشته است. نه وای در دوری تاکسی آوردم، هم خیلی پژمرده شده، کیسم بود.
با تاکسی؟ او گفتی با ماشین خدمیوم کود؟ ماشین خدمیوم دو مخینه که تاکسی بود. با ما فکر کردم که با ماشین خدمیوم. ای پول هست میرسه ماشین دا میرسه همه چی ده میرسه. بازمی دوستانی مهارت و ملکه اکتوریاش استودی رقص نیز بوده و شاگردان زیادی رو در این راه آماده می نماید. قریب 10 سالی آخر ما یک جای کار میکنیم. مسلمان پهلوهای نوکشده هنر، هم هنری خود رو هم هنرمندان جوان رو کشوده ما در سطح ناحیه ولایت معرفی نمود و چنانه که ما شاهدیم مسلمان سراول از برنامه های خورده که در صحنه تئاتر در برنامه های کنسرتی شروع می شد کارو سر کرد. البته در اولی کار کم تجربگی ها بودن، لیکن در دوام کار و چه خیلی که میگویند یک بار چند زینه هنر را تای نمود. بعضی ها البته هنرمندانی هستند که زینه به زینه آهسته آهسته به خوله های صنعت میرسند، لیکن من چه خیلی که من مشاهده کردم مسلمان در یک مدتی کوتاه از هنرمندی عادی به در دوامی یک مدتی کوتاه به حیث کارگردان، حتی در بعضی نمایش ها به حیث سرکارگردان پیش رفت و تجربه اندوخت و کار خود را ایجادیات خود را به نمایش گذاشت. و چنانی که میگویند هر یک هنرمند پیروهای خاصی خود را دارد. مسلمان سید مراد با گروه حجوی تلویزیونی محفل را نیز همکاری داشته، در چندین صحنه های حجوی نقش های گوناگون را اجرا نموده است. روزا خونه ده چیکار میکنم این شب و روز؟ در تو جان ایجاوی بکاری رو خاکستر پرتایت شد. و این ایدست یک کار میده اینم کمپیر ستیل خاکستر دست میتیه میگوری ابتون در کوچه میپرتایی؟ خوشبختانه انا این شب و روز تئاتر خلقی ناحیه امون را یک نفر جوانی با استعداد، یعنی که مسلمان، با عهده دارند. اون کس هم دیرکتور تئاتر خلقی ناحیه امون و هم سرکارگردان تئاتر خلقی ناحیه انا با استعدادی، با موفقیت خود، با قوه جوانی خود توانسته است که هم طلبات حکومت ناحیه را و هم طلبات خلق ناحیه امون را بر جا بیارد و همه بگوییم که در پهلوهای ترازو برابر فعالیت دارند. و خوشبختانه در این طولی کاری امون که ما همراه مسلمان کار میکنیم چقدر جوانهای با استعداد ناحیه همه سرجام گشتند و با همه کارهایی که روی صحنه می آیند یک جای فعالیت میکنیم و یک بردباری خوب هم داریم که سرور تئاتر خلقی ما، یعنی که دایرکتور تئاتر خلقی امون، سرکارگردان تئاتر خلقی امون، یعنی که مسلمان، در برابر هنرمند خوب بودنشان که ما پهلوی هم ایستاده در روی صحنه نقش می آفریم، در برابر اکتیور خوب، یعنی که هنرمند خوب بودنشان، باز کارگردان خوب هم هستند. نگاه میکنم اکثریت اون چوربینی ها را، نه فقط صحنه ها را بلکه تمام چوربینی ها را خودشان کارگردانی میکنند. باز در برابر هنرمند و کارگردان بودنشان باز هنری نوشتن دارند، یعنی که هنری دراماتورگی دارند که این به حد نعمتی نایاب است و خوشبختانه ما این نعمتی کمیاب را در تئاتر خلقی ناحیه‌مون داریم، یعنی که ما مسلمان داریم و با این مسلمان جانی خود ما فخر هم میکنیم. راستی گفت من اولا مخلص بودم با این گروه و بعدا هم خیلی میسر شد که اویسته اویسته با آنها همکاری پیدا کردیم. حتی در یک نمایشنامه با نام قاتل جانها با این گروه من
نقش آفری کردم. این اولین نقش من بود در صحنه تئاتر که در تحت کارگردانی عبدالله شریپوف من در صحنه تئاتر هنرنمایی کردم در آن همین نمایشنامه. و بعدن با فقیروف عبدالرحیم مشهور با تخلص بوبای مهرگان همکاری پیدا کردیم و امروز در صحنه در صحنه های حجوی یک جوی هم هستیم در بعضن صحنه ها. این ها هم استاد گویم اگر این ها رو هم خطا نمی کنیم. بسیار بچه زحمتکش محنت دوست می دارد، می خواهد که هنری خودش بین مردم معروف و مشهور گرداند. هنروری مسلمان سید مراد در سطح جمهوری نیز اثبات خود را یافته است. باعث ذکر خاص است که این هنرمند سر محصول با پیشنهاد یک صحنه حجوی با آزمون تلویزیونی بوستان 2017 که بین تمام شهر و ناحیه های حدود جمهوری برگزار شده بود صاحب دیپلم این سبقت با نفوذ گردیده است. بوستان 2017 بود. شاید اون گشتن که شما جایزه اساسی رو گرفتید. بله. در همون حالت شما چگونه خود را احساس میکردید؟ میونید قدر تماشا بین راستیگر من در اون حالت یک گپی مقمول است که من چنار را نمیدیدم. من همین از خورسندی شناخته نمیتونستم. من کی اومد فرض کردیم برای تبریک کردن، کی رحمت گفت شناخته نمیتونستم از هیجان زیاد، از خورسندی. اما همون صحنه که ما در بوستون روی صحنه آوردیم همون صحنه حجوی، این دوغی روز بود. همون شب و روزی بود که تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها باید یک مقام و منزلت خاصه خود رو در میان جامعه پیدا میکرد و این البته که به فایده مردم است و آن همون کمبودی و زیادروی هایی که بعضن مردمی ما از نفهمی و خودنمایشی روح میدودن صرف زیاد میکردن، ما همین چیز آشکارا به مردم روی صحنه آوردیم. فهمونیم که توسط حج هم باشد فهمونیم که این ناممکن است. توانستیم که در این جوده هم سهم تئاتر خلقی نوحیه یوانیز باشد. بسیاری سرگذشت هایی که جالب هستند و گفتن ممکن نیست و گفتن ممکن هست البته در روی صحنه می شود که ما برای اون کارهای خودمان بینید اول می خندیم، اگر باید ممکن باشد نقل کردنش به دیگران هم نقل میکنیم. یک روز شد که ما یک دیگر رو یافته نتونستیم، زنگ زدم دوست میدارم. بسیاری وقت دوست میدارم جوانای تئاتر خلقی که من شخصا با زبانی بابای مرگان گپ زنم و این چیز به آنها خوش می آید. اگر تبشان خیره هم باشد تبشان خوش می شود و برای کار تیار می شود. زنگ زدم برای خیمه تلفنی مسلمان جان، زنگ زدم علیا همینطور با زبانی و از کشو می داند که کی این سال رو نکرد می فهمد که این بابای مرگان یعنی که علیا. از آن طرف الو الو گفت الو لبای لبای گوش میکنم السلام علیکم و علیکم برسلام. انا بچم خودت مسلمانی؟ از اون طرف گفت که الحمدلله بابی الحمدلله می بخشی بچم مدو مسلمان در کار بود. کم کم وقعه هایی هست که ما میتوانیم به دیگر نقل کنیم، لیکن در روی صحنه وقتی کار وقتی نقش آفری بسیار وقعه های خوب میشود، یعنی که در ترمینی اکتوری ایمپرویزاسیا میگوییم، ایمپرویزاسیا ها میکنیم و خوشبختانه با جواب ایمپرویزاسیای پارتنیوری خود جواب یافته میتوانیم برای همدیگر. الکای ما پارتنیورهای خوب شده ایم. در یادم هست که باره در موضوع آزاد روی عنوانی کدام کسب را انتخاب میکنم گذراندیم، در همون جا مسلمان امی کسب جورنالیستی رو انتخاب کرده بود و این اول حیرت آورم بود که یک بچه دیوهاتی اینقدر نیت و آرزوی بلند دارد، ولی آهسته آهسته همچون آموزگار درک کردم که مسلمان این وعده رو بیهوده نداده بوده است و امروز
یکی از هنروران، هنرمندانی شناختهی تئاتر خلقی نوحیه است. مسلمان هرچند از جهت سابقه کاری جوان محسوب می‌یابد، اما با وجود این با آماده کردن صحنه‌های تئاتری کلان حجم دست زده است. از قبیل نمایشنامه دام که با فاش ساختن کردارهای زشت اکستریمیستان و تروریستان روانه گردیده است. این نمایشنامه در خوری روز سنه 31 ایون به نمایش گذاشته شد. تماشابینان باشند پس از تماشای صحنه مذکور تأثیرات نیکی برداشتند. راستی آغاز این صحنه از همینجا سر زد که ما همچون اعضای کمیسیه دویم عمل کننده هم گویم خطا نمیکنیم، از بخش فرهنگ با هنگامی مشورت گذراندن در جماعت های شهر و دیهات بعد و میخوردیم اکثر والدین هایی که فرزندانشون در سوریه قرار دارن علاکه فوتیده آن و حالی زوری آن همون مادرها رو دیده، این فکر این مقصد در ذهن من جا گرفت که یک کار کردن در کار که امروز سهم تئاتر در همین جاده یعنی که یک سهم ارزنده باشد و این مقصد هم عملی گردید. نمایشنامه دوم که ما قریب تایی یک سال می شود به نمایش می دهیم و از جانب تماشابین بهای بلند هم گرفته است، سبب شد برای تربیه نسل نوراست، برای تربیه جوانان که از روح های کفر و زلالت که این چه خیلی گویم گروه های افراطی در دومی گروه های افراطی می افتند و از بیسوادی، از نادانی، از گمراهی به هر خیل کارهای نشایسته دست میزنند، توانستیم کمی هم باشد مانعی آن همین کارهای زشت باشیم. در کدام معرکه، در کدام چارابینی که چیزی را روی نوار آوردن در کار، ما خیال میکنم که شخصی کار افتاده اول مسلمان را سراغ میکنه و این به سبب هم نیست. برای که برای رسیدن به مقصد، برای جامعه عمل پوشانیدن آرزوها مسلمان کوششی بسیار کرده است و چلی که مولانا جامعه هم قید کرده است، به عزمی درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. انمی نتیجه سعی، نتیجه کوشش، نتیجه زحمت ها بود که امروز مسلمان را بسیاری ها میشناسد. او یک چند صحنه هجوی و تربیوی رو زیر مؤلفی خود از زمره نمایش های زیادروی در اویله، تنظیم برکت زندگی، مصلحت پدر و مادر رو به صحنه گذاشت که همگی مقبول تماشابینان گردیدند. ما در رفت صحبت خواستیم دانسته باشیم که مسلمان در آینده چی نیت و نقشه ها دارد. در فعالیت ایجادی و رشد تئاتر ذکر شده باز چی تصمیم گرفته است؟ در آینده نقشه ها خیلی زیاد هستند، به نهایت یک گروه مکمل ساختن در کار، یک تئاتر، یعنی که یک تئاتر مخصوص ساختن در کار که انمین مخلصان تئاتر را قانع کردن در کار، با یک دو نمایش نه، بگذار با پنج، شش، با ده نمایش. خب امکانیت فراهم کردن لازم، انشاءالله که آهسته آهسته همه این به نقشه گرفته شده است می شود امکانیت ها و ما وعده می دهیم که تماشابینان را، مخلصان تئاتر را قانع می گردیم. از صدق دل تمنا می کنم، هرچند شاید من اونقدر
حق استادی هم نداشته باشن با مسلمان، ولی اون کس از تحت دل مرا استاد گفته مراجعه میکنن با ما. من همچون یک نفری که از اون به سال کلانتر هستم، به تجربه هم شاید بیشتر تجربه داشته باشم، از صدق دل صمیمانه آرزو میکنم، تمنا میکنم که مسلمان و مسلمان برین ها پیش راهشون، پیش کارشون کشاده باشد، در کارشون برکت و همیشه همین طور با اراده متین و پیش حرکت کنند. با قلوهای بلند سند رسند، بیزار همه وقت سربلند باشند، خانواد باشند. وقتی که یکان کار رو استرسالی یکان صحنه رو ما سر میکنیم، در بالای صحنه کوشش میکنم بگویم که اگر در همون صحنه من بند هم نباشم، میگویم که در همینجا باش و ما رو تماشا بکن، شاید که از ما یکان خطاب براید سخن رو بیم. من چی خیر این گونه سخنی جوانان رو قدر نمیکنم، اگرچه حاضر خودم رو اصف جوانها خط زدنی نیست. اگر خط هم زنم اینا نمیمونم، به فکرم که جوانهای تئاتر خلقی ما نمیمونم و من خوشبختم که با چنین جوانهای با استعداد و با مسلمان برین جوانی با استعداد که هم هنرمند هم کارگردان و هم هنری نویسندگی دارن کار میکنم. با این چیز من فخر دارم و برای جوانهای تئاتر خلقی ما خصوصا با مسلمان در آینده تمامی بردباری ها را طلب دارم. تمنیاتی من همیه که فرزند ما از این بالاتر باشه، با خرسند شویم از این بالاتر. بگذار که آیندهشان همی خیلی تینجی امانی و اساسا تینجی امانی باشد. ما در حق دعاگو هم هستم که خیلی خیلی به هم از اینهای بالای خدمتی برسیم. برای کارهای آینده مسلمان گفتنی هم که از این بردباری هایی که به دست آورده است به این خانه نشود، زیرا او هنوز جوان است و آینده خوب او را در پیش است. تمنا دارم، آرزو دارم که با قله های از این بلندترین هنر و هنرمندی اش رسد و همیشه سربلند و پیروز باشد. دوستان عزیز، بار دیگر یادآور میشیم که در مهمانی ما حضور داشتند هنرمند جوان، کارگردان و صحنه گذار، دیرکتوری تئاتر خلقی ناحیه یوان مسلمان سید مراد. بار دیگر خوش آمدید میگویم، با سربلندی ها خواهانیم. خیر، تا برنامه های بعدی تنسیت و خانه آباد باشید.